در گرد و غبار پنهان شده. از این بالا چه شکل ما هستش؟ یعنی من همین امروز این اتفاقا رو براتون، ما فاصله هم با برج میلاد فکر کنم یک میگم، این طوفان از چند روز پیش اله اینجا میدون کتابه، این خاک و این طوف گرد و خاک هست. بریم محل. تو این آلودگی روی کوه هم حس میکنم. اونه کاج سعادت آباد. مگه میشه آدم از ولیت عبور کنه؟ خیلی خوب از اینجا باشید. کل تهران طوفانه، اینجا به این آرومی. میدین چرا برگشتم؟ بالای نقاشی حالا یه ده آدم. بله بینید از شهر تهران چیزی تو این طوفان میبینید شما؟ درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. امروز یک روز طوفانیه تو تهران، همه جا گرد و خاکه. من سعی دارم چندین نقطه رو با هم بریم ببینیم که همه جای تهران همین شکلیه یا نه. الان شما میتونید مشاهده کنید که ببینید جلو پر از گرد و خاک و دوباره یه جوری میشه دید خیلی محدوده. اینجایی که الان هستیم خیابون عوازر هستش، یکی از خیابونهای اصلی آیت الله کاشانی واقع در منطقه 5 تهران، میشه گفت یکی از بلوارهای خوب این ناحیه محسوب میشه. خودتون میتونید ببینید که یه عرض خیلی مناسبی داره و کوچه های خیلی عریض. حالا جلوترش، الان میریم یه ذره جلوتر با هم میریم، یه پردیس سینمایی وجود داره یا یه مرکز خرید بهش میگن پردیس زندگی، بیشتر واسه این محلی اینجا هستش. یه چیز دیگه هم که بهتون بگم، یه پارک هم هست جلوشه که پشت بیمارستان پیامبر، یکی از بیمارستان های مطرع این ناحیه. میتونید عرض کوچه ها رو شما اینجوری مشاهده کنید و ببینید، ولی خیلی گرد و خاکه. یعنی این طوفانی که دیشب اومده و هنوزم هست، حالا یه جایی ممکنه بادم از این. سعی میکنم امروز با هم دیگه چند نقطه نشون بدیم ببینیم که آیا این باد چه تأثیری میذاره روی این حصار. امروز جمعه هستش، یعنی من همین امروز این اتفاقا رو براتون قرار میدم و شما ببینید چقدر یه طوفان آلودگی میتونه رو زندگی مردم تأثیرگذار باشه. عملا هیچ کس تو خیابونا نیست. خب ببینید که داخل پارک هم هیچ خبری از مردم نیست، همه جا سوت و کوره. ولی حالا یه جا رو من دارم میبینم یه پدر مادر دست بچهشون رو گرفتن و دارن قدم میزنن. حتما از این محله ها به صورت مجزا براتون ویدیو تهیه میکنم. امروز میگم بیشترین قصدم اینه که بهتون نشون بدم که چه حس و حالی تو نقاط مختلف تهران وجود داره. این هم همون مجتمع تجاری پردیس زندگیه. اینجا پر از رستوران و فست فود اینجور چیزا هستش. خب بریم محله دیگر رو ببینیم اونجا چه خبره. میتونید مشاهده کنید، ببینید اصلا برج میلاد معلوم نیست، ما فاصله هم با برج میلاد فکر کنم یک به هیچ عنوان مشخص نیستش. خب الان اومدیم بلوار دادمان تو منطقه 2 شهرداری. میدونید که یکی جای خیلی خوش آب و هوا هست و به قول معروف جزو مناطق خوب تهران محسوب میشه. میبینید که تو این طوفان اینجا پرچما میتونید مشخص کنید. اینور که بریم به سمت بزرگراه صد یا هم یادگار امام میشه، خیلی باد شدیده. حالا احتمالا شما هم تو ویدیو احساس کنید. میبینید که جزو محله‌های خوب این سمت هم که میره به سمت بزرگراه چمران یا همون پارکوی قدیم، ببینید که این خونه ها و این سرسبزی ها و این
پیاده روی عریض و خالی از آبه. البته میگم این طوفان از چند روز پیش هم اعلام شده بود واسه روز جمعه. من بیشتر اومدم ببینم که مردم چقدر بیرونن. حالا تا الان که زیاد من شلوغی خاصی ندیدم، به خاطر همین خوشحالم. خب بریم به یه محله دیگه و جای دیگرم سر بزنیم. جلوتر هم که پاک نجاده. بله اینجا میدون کتابه، حالا دارن درستش میکنن. بعد خیابون سر و غربی هستیم که به سمت راست بریم میشه میدون کاج، محله سعادت آباد. میبینید که فصل بهار و زیبایی خودشو داره. این خاک و این طوفان هم نمیتونه جلوی این مردم از رو بگیره که میان تو این بوستانه کوچیک. بوستانه میکنم همون پارک بوستان باشه، سال 68 تأسیس شده. خب خیلی عزیزان اینو یادشونه. مثلا این سجام معروفش که حالا من تا ذهنم هست همیشه بوده، سجام شراب باستانی از المانای خیلی خوب. میبینید که هوا خیلی گرد و خاک داره، این طوفان واقعا خیلی هم با صفا. جاتون خالیه، از درخت ها میتونید ببینید که چه بادی داره تکونشون میده. بریم محله دیگر هم با هم ببینیم. امروز دور افتادیم که با هم دیگه بچرخیم دیگه. میبینید که پیاده راه خیلی استانداردی هم داره، حتی من جلوتر رمپ هم دارم میبینم. تو درز موزاییک های مخصوص نابینایان یه اختلاف ارتفاعی هم بین لاین راست و چپ این بولوار وجود داره، میشه قشنگ کاملا مشاهده کنید. اون جلوترم یادم رفت بهتون بگم اوپاله. میبینید که چقدر گرد و خاک هست. بریم محله دیگه. بله اومدیم میدون کاج سعادت آباد. واقعا خلوته ولی این بهار واقعا فصل زیباییه از هر نظر، هر جوری که بخوای حساب بکنیم خیلی خوبه. نمیدونم اینا چیه دقیقا آویزون کردم، ولی فکر میکنم شبیه تنگه که توش چراغه آویزون کردم به این درختا. جاتون حسابی خالیه. بریم به محله دیگه ببینیم اون سم چه خبره. مگه میشه آدم از ولیعت عبور کنه، از ولیعت که تو فصل بهار بهترین شکلش عبور کنه، بعد یه سری به باغ فردوس نزنه؟ با هم حتما الان بریم به سمت باغ فردوس. با این حال که کل تهران طوفانیه، انقدر که اینجا ساختمان بلند هست این باد از اینجا عبور نمیکنه. خلوتی که شما میبینید حالا جدا از اون طوفان و جدا از همه اینا به خاطر ماه رمضان هم هست. خب خیلی جا بسته است. میتونید حتما یه ویدیو خوب از خود باغ فردوس براتون تهیه میکنم چون واقعا دیدنیه، همه چیزش قشنگه. این چنارای 200 ساله، این حس حال قشنگ. منتظر یه ویدیو خیلی خوب از اینجا باشید، خودتون میتونید احساس کنید. جاتون حسابی خالیه.
هنرمندای عزیز رو نگاه کنید، دارن رو دیوار می نویسن. حالا بدهید من برای اینکه بهتر بتونم با اجازتون از چمن رد شدم، چون دیگه جایی نداره برای رد شدن. صدای پرنده ها چه آرامشی داره. بکن کل تهران طوفانه، اینجا به این آرومی، به این خوبی. این نقاشی هایی که دارم میزن احتمالا بدنم رنگش میکنم. میدین چرا برگشتم؟ بالای نقاشی حالا یه عده آدم نمیدونم کار درستی کردن یا نه نوشته عرق سگی، شراب شیراز، لات بمیری. جالب بود. اینا هم هنرمنده عزیزی هم که داشتن به این نقاشی ها به قول خودم بیستش رو پایش رو میکشن و بعد رنگ میکنن. حتی من تو ویدیو بعدی با هم دیگه میبینیم که پایان کارش چجوری بوده. دیگه بیشتر از این داخل نمیرم، نمیدارم برای ویدیوهای آتی و کلی داستان و خاطره از این باغ فردوس زیبا. بریم یه محله دیگه ببینیم که حس و حالش به چه صورته. بله، شکوفه های بهاری. اینجا یکی از خیابان های اطراف ولنجکه. گفتم هم نرسیدیم بهش، نگاه کنید همچین محله هایی هم این اطراف هست. میبینید تو شیبه این خونه هم خونه هایی که قلنامه ایه بهتون گفتم هست. همه جای محله های خوبمون همچین محله هایی هم کنارش داره بلا استثنا. اون همه شکوفه رو هم میبینید اون سمت. واقعا چقدر لذت بخش این بهار. میدونی چرا این کوچه رو نشون دادن؟ این کوچه 25 اعلان یا قائم مقامی یا عالم تاج، یکی از کوچه‌ای که نزدیک ولنجکه. خیلی هم میشناسنش، مخصوصا کسایی که ساعت 5:30 میان برای کوهنوردی اینجا رو خوب میشناسن. البته اینجا ساعت 12:30 یکم جا پارک گیر میاد. گفتم اینو بگم واسه دوستانی که خیلی اینجا میان. بله دیگه مشخصه کجاییم دیگه. اومدیم بام تهران ولنجک. خب این برای میبینید چه گود برداری کردن، میخوام بسازن. واقعا خیلی ترسناکه گود برداری. چسبیده به کوه. ببینیم تو یک روز طوفانی که تهران در گرد و غبار پنهان شده از این بالا چه شکلیه. حتما با من همراه باشید. خیلی عزیزان صبح اومدن الان دارن برمیگردن. این چرا ماشین شما صدای پرنده ها رو احساس میکنید؟ خیلی دلنشینه. Thank you.
چه آرامشی داره اینجا. من حتی این آلودگی روی کوه هم حس میکنم، گرد و خاکو. اگه یکم صدای باد اذیت کرد دیگه ببخشید، واقعا توی نقاطی واقعا شدیده، کاریش هم نمیشه کرد. ممکنه صداشو قطع کنم که زیاد اذیت نکنه. میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. ببینید از شهر تهران شما چیزی از این بالا میبینید؟ جمعیت زیادی میان برای کوهپیمایی یا کوهنوردی، چه کاملا اونا رو احساس کرد. ولی آب و هوای خیلی خوبی داره آنی. من الان تقریبا که چندین نقطه تهران که رفتم، اینجا نفس کشیدم برام راحت تره. تازه مثلا پیاده روی هم کردم، سر بالایی اومدم. ممنون از شما تک تک عزیزان که با محبتاتون، حمایتاتون هر روز به من انرژی بیشتری میدید که بتونم کارهای بهتری بهتون ارائه بدم. چقدر منظره خوبیه اینجا. یه مقدارم با هم کوهپیمایی کنیم. روز جمعه است. این ویدیو رو همین روز که میگیرم براتون میذارم و لذت ببرید و ببینید که همین روز تهران چی گذشت. خیلی جالب، هر کسی یه همسوریت گوششه داره آهنگ گوش میده، بعد بغلیش که صحبت میکنه داد میزنه. خیلی خوبه. این عزیزان همه رفتن بالا و درست ما زیاد نمیریم کوه، ولی ورزش دوست داریم، کوهنوردی رو خیلی دوست داریم. من یکی از جاهای زیبا و صخره‌ای میگم که میره بالا تا برسیم به تلکابی. تلکابی دقیقا قسمتی که روبروی من بالا داره
میبینید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید هر جا هستید پر انرژی و بدرود